همه ما یا حداقل همه کسایی که این ویدیو رو میبینن اسم بازیایی مثل Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed, Splinter Cell یا بازی محبوب همه ایرانی ها یعنی Prince of Persia یا همون شاهزاده ایرانی رو شنیدیم. اما پشت این بازی ها چه کمپانی ای با چه اهداف کثیفی خوابیده و به چه دلیل این بازی ها را ساخته است؟ این بازی ها بازی های شیطانی هستند که اگر خوب به آنها دقت کنی پر از علامات فراماسونری هستند. برای مثال لوگوی بازی کیش یک قاتل که احتمالا با این وضعی که من گفتم سگ های سفید گوگلی مگولی پاپیه دست دختران پولدارم نفهمیدن کیش یک قاتل منظورم اساسین خودم بود. خب یک مثلث در لوگوی این بازی وجود دارد که به طریقی درون آن یک چشم پنهان وجود دارد. اگر فکر میکنید این مثلث تنها نشانه ایلومیناتی درون این بازی هاست خیلی بیشعور هستید، زیرا مثلث روی کله سم فیشر هم هست، علامت روی ماسک آیدن پیرز هم هست و دشمن سری پنجم فار کرای که دیگه پیغمبر خداست و هزار تا مشکل دیگه هم هستش که طول بازی بهتون میگم و برای اینکه بگیم که چقدر این یوبیسافت شیطانیه کاملا کافیه. اما چه کسی پشت این دسیسه چینی هاست؟ اگر خوب شما به اول همه این بازی ها دقت کنید علامتی پیچ در پیچ همانند اسهال میبینید که پایین آن نوشته شده یوبیسافت. کمپانی بازی خیلی خفن یوبیسافت در سال 1986 توسط 5 برادر جوینام که باور کنید اسم اونها 1% هم برای کسی مهم نیست یه فرانسه ساخته شد و با همکاری با شرکت‌های بزرگ مثل الکترونیک آرتس کار کرد و در حال حاضر یکی از 5 شرکت بزرگ پولسازی در زمینه بازی‌های ویدیویی حسابی هم ترکونده. کدوم سگی وسط کار به من زنگ زد؟ داداشه من رئیس الکترونیک آرتس هستم، از اونجایی که شما با استعدادید میتونیم همکاری کنیم. با تجربه من و توانایی شما میتونیم پول خوبی در بیاریم. جوابتون چیه؟ فکر میکنیم ما هم مثل تو پول پرستیم؟ اونا واسه پول کار نمی کنن. منم اولش همینو میگفتم. یزید من این همه زر زدم میخواستم اینو بکوبمش، تو الان چرا انقدر تعریف میکنی ازش؟ کفشو میریم که ملت اومدن در مورد یوبیسافت اطلاعات جذب کنن، هرچی دری بری زفنگیاتی مغزی مریضی خودت بوده ریختی توش. ریدی تا اولی ویدیو؟ ولی خب گفتم خفشو برو تو آتا آب کادی زشتت فکر. میخوام اولین بازی شرکتا بگم. یارب مبادا که گدا معتبر شود، آن روز متنای بنده هر روز تخمیتر و تخمیتر شود. آقا اولین بازی کمپانی زامبی بازی بود، اسمش هم زامبی بود، در مورد زامبی آبم بود. ادی فیلمی با محتوای زامبی هم ساخته شده بود، توشم با زامبی ها را میکشتی. این بازی در زمانی عرضه با ارفاقی خیلی زیادی نوبه توتون برارا نصیب خودش کرد و شروعی بر عرضه بازی سازی های قوی شرکت بود. تا سال 1996 کمپانی یوبیسافت شعبه های خودش رو توی چین، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا هم زد. اگه خوب دقت کنید میبینید که موفق شده توی 5 قاره متفاوت خودش رو بپاشونه. استراتژی بعدی موفقیت آمیز یوبیسافت این بود که شرکت رد استورم که مالک سری تام کلانسیز بود و خرید، که نتیجهش هم میشه توی این بازی دید. رنگین کمان 6 محاصره مشاهده کرد. همانطور که میدانید در ابتدای اسم این بازی ما پیشوند تام کلانسیز را میبینیم. در آن زمان تام کلانسیز را حتی شترمرغ‌های مریض خیس بلشت اطراف دریای مدیترانه نیز نمیشناختند. اما گذر زمان میتواند این را اثبات کند که شرکت کثیف و پلید و بی‌تربیت و بی‌شعور یوبیسافت با خرید این کمپانی سود زیادی برده که نتیجه آن به صورت سال‌های مداوم بر گیمر و باز ببخشید بازی باز فرو رفته. البته این رینبو سیکس سیت که این میگید برای همین سال اخیر سوا تازگی ها رفته سری زبون ها، ولی یه موقعی بود که دکیسی ها موقع پوسته موز بود، اون موقع بازی تام کلانسیز اسپلینتر سل منتشر میشود. برای کسی که نمیشناسم بگم همون یاروی که ست چراغ سبز بالا سرش بوده تو شب به صورت آهسته و پیوسته حرکت میکرده با اون سربازه احمقی زلوش، ست تا چراغی سبزی سم فیشر رو تو ظلماتی شب نمیدیدند و کور بودن. اگه بازم اینا نشناختینش باید بگم که عزیزم میدونم درس و مدرسه با اینا سخته، ولی این بازی به دوره ما خیلی گنده بود. اشکال نداره که تو نمیشناسی، ولی یه چیزی تو مایه های فورتنایتی در حالی حاضر بود. چقدر اسکول بودیم واقعا، با یه سیستم بازی میکردیم بعد تو کوچه فاز قهرمان میگرفتیم. فیفا رو یادته؟ موقع بازی فاز رونالدو رو برداشته بودی. دقیقا موقعی که اوج گرفته بودم اون جلال دیوس اومد فوشمون داد که برید در خونتون بازی کنید. خیلی زده حال بود. رید به سیس فوتبالی
خواستم فیفا رو حذف کنم. اما این کارو نکردم. به جاش فوتبالمو تقویت کردم. یه بار یه شوت کاتدار زدم خورد پس کلش و چون توپ به پسر خودش بود، برام مهم نبود که پارش کنه. خلاصه بعد از موفقیت‌های زیادش و ساختن فرانچایزهای بی‌نظیر برای کسایی که نمی‌دونن فرانچایز چیه، به یک مجموعه بازی مثل گاد آف وار، اساسینز کرید، جی تی ای و اینجور چیزا میگن فرانچایز. داشتم میگفتم انقدر فرانچایزهای موفقیت آمیز ساخت که یهو این به سرش زد که آقا مردمی که بازی منو هر سال می‌خرن، بازی منم که معروفه، پس چرا هر سال کلی بازی منتشر نمی کنم که پولدارتر بشم؟ پس این کارو میکنه و هر سال کلی بازی منتشر میکنه و اینجوری شد که ما 1577 تا اساسین استریت خب وایسا 2346 تا فارکرای و بالغ بر میلیون ها گستریکان داریم. یعنی کلن یوبیسافت با این روند اینجوری رفت جلو که فقط نفس عمیق جیب منو تو رو خالی کنه. Emotional, damn it! بسیاری از مردم ناحیه حاشیه نشین آفریقای جنوبی بر این باورند که شرکت یوبیسافت با آزمایش‌های ترسناک خود به قدرتی عظیم و عجیب دست یافته. فرمول یوبیسافت به این گونه بود که هر بازی که به بیرون میانداخت بازی اوپن ورلد میشد و از آن طرف به بیرون میامد. نویسنده بیشعور نوشته اوپن ورلد، منظورش بازی های جهان باز بوده. من از همه تو عذرخواهی میکنم، به چش جهان باز نمیگی بیتربیت. حال بنابر گفته های من، بعد از اینکه یوبیسافت به این فرمول دست یافت، این فرمول همانند بمب اتم بود در دست مسی سگ دوشی، همانند بمب اتم بود در دستان گروه ملت ها گاف دیده همه را اینی دستگاهی ماینر ماین کرد. این فرمول همانند بمب اتمی بود در دستان گروه هکت از بس بازی داد خاری همه را. آقا بس دیگه، هی من بیام زور بزنم من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم به دامن. هر جای این ماجرا استاپ بشه من دیگه راضیم، چون زندگی دیگه عیان شده، دیگه تلخیاش عیان شده، دیگه خود دیگه دستش رو شده برای ما. ببخشید. خلاصه یوبیسافت دسته کرد تو هر چی آدم که روی صندلی جلوی کامپیوتر نشسته. مشکل بزرگتر این که خیلی از بازیاش، گیم پلیاش، تاکتیکاش، شخصیتاش و همه گفتن توی بازیش شبیه قبلی بودن. برای اینکه بیشتر متوجه بشی فارکرا 4 رو مثال میزنم. وقتی که فارکرا 4 اومد همه تحت تاثیر بازی فوق‌العاده قبلیش یعنی فارکرا 3 بودن و فکر می‌کردن که یوبیسافت یه شاهکار دیگه هم ریده واسه طرفداراش. اما بازی که اومد دیدیم که زرت، اینکه همون بازی قبلی از دشمنش عوض شده. این رسم مردونگی نبود سنگه گنزدی به هیکلمون که. اما سوال اصلی اینجاست که چرا توی سالهای اخیر یوبیسافت به یوبی باگ معروف شده؟ همه چیز از اون موقعی شروع شد که یوبیسافت بازی اساسینز کرید یونیتی رو روانه بازار کرد و توسط فروشنده ها فروش شد. اولش این بازی قرار بود گرافیک فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی باگ‌هایی که توسط این بازی به جامعه گیمرها معرفی شد در حد مسابقات جهانی بود. یعنی یه سری باگ‌های توی این بازی ایجاد شد که برای گیم جدید بود. رکورد‌هایی رو این بازی زد که صنعت اومدن پنچ و آپدیت و درست شدن بازی بعد از عرضه رو شروع کرد و رونق اقتصادی رو برای بازی‌ها به عمل آورد. شاهکار بعدی یوبیسافت سر بازی رینبو سیکس سیج بود که الان ایدی به تو بگه. این بازی بین پلیرهای آنلاین حسابی ترکیده، تازگی دیگه داره از میونی بازی‌های برتر میرد بیرون. اما یکی از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاینی چند سال اخیر بود که حسابی از خجالتی باگ سرورها پلیرها هر انی که تو بازی بود در اومدن. بازی ها به حدی باگ داشت که بعدی 8753 تا آپدیت هنوز بعضیش رفع نشده. سرور این بازی هم در حدی سیب زمینی آبیس. بعضی وقتا پینگ انقدر میرفت بالا که ما ایرانی ها که هیچی در حالت عادی هم پینگمون بالا هست. اون خارجی هم که دکلی سرور تو چونش بود ارا گوزش بله همی شده با شعری یوبیسافت هیاکو ریدم تو صورته بازی ها تحکی کرده میره. مجید های گروهی برمیکردی تو کسبت محمد بازی باگ داره. باگ؟ آره باگ. من کارم فتوشاپ برنامه نویسونه، مگه درستش نکردی؟ آره کردم، یکم باگ مونده فقط. بعد 500 تا آپدیت این حرفته باگ دوست دارد.
ریدی. خب ببینید، یوبیسافت با اینکه خیلی پول دوسته و اینکه خیلی بازی‌های تکراری داره و توی این سال‌های اخیر ما یه چندان پیشرفتی ازش دیدیم. مثلا اساسینز کرید یا به قول ایرانی‌ها فرقه قاتلین جدیداً عوض شده. یعنی کلا روند بازی عوض شده دیگه. اصلا اتک چیه؟ کل ذهنم اتک تایتانه. کلا اصلا اساسینز کرید نیست. کلا یه پارتا سرباز یونانی و چارتا مصری و وایکینگز و اینا، چاقو مخفی از زیر دستشون در بیاد میگه اینا شدن اساسین. اینا اساسینن. در مورد باقی بازیام بهتون بگم که سعی کرده که بهترشون کنه و داریم میبینیم که اخیراً به بازیاش یکی دو سال استراحت میده و این خوبه. و خلاصه این بود از شرکت یوبیسافت. دوست دارید درباره کدوم کمپانی براتون ویدیو بسازیم؟ و یه نکته خیلی مهم، هر کی ویدیو رو اینجا ببنده گیه، چون میخوام بگم تلگرام و دیسکورد و اینستاگرام و همه اینا لینکشون زیر ویدیو هست، سر بزنین. خوشگیدیم ما. شما حالا شاید بعضیاتون فالو نکرده باشید، ولی به برکت اون دوستانی که رفتن اینستا رو فالو کردن اسکلت حقو میذاریم. شمایی که نرفتین فالو نکردین، به برکت سر اونایی که رفتن فالو کردن الان اسکلت ببینید. دعا کنین برای اینا، صلوات بفرستین. همه خیلی زر زدم و حق دارم. ببینید ساعت الان 2:20 است و 1:20 است. ریدم گلومم درد بکنه، کل این متن لعنتی هم دک سیاه بود. من در حال فوت شدنم. احتمالاً هم دک سیاه اینا رو دک سیاه کیه؟ احتمالاً هم ادیتور اینا رو کات میزنه و هیچ وقت اینا رو نمیشنوین و الان ادیتور با نفرت اینا رو کات میزنه و شما نمیشنوین. و خدایا یک جان من بیاید تو کامنت ها بنویسنده ها بگید انقدر دیگه سیاه نذارن، دارم میمیرم. الان من سرطان هنجره میگیرم، کی جواب میده؟ خداحافظ.